گلاسیا سلام، امروز براتون قسمت سوم فیلم خانه 1000 جسد رو آوردم. این قسمت از تریلوژی که اسمش تیری فرام هل یا سه نفر از جهنم هست، در ادامه فیلم‌های قبلیه که میتونید از گوشه سمت راست صفحه هر دوتاشون رو به ترتیب تماشا کنید. حواستون به اسپویل کامل فیلم باشه و بریم که ببینیمش. فیلم با نمایش آخرین سکانس قسمت قبل شروع میشه که بعد از یه تیراندازی توی جاده، پلیسا موفق میشن کاپیتان اسپالدینگ، اوتیس و بیبی رو بازداشت کنن. مشخصه که اونا به شدت زخمی شدن، اما همشون زنده میمونن و خبر دستگیری این قاتلای سریالی توی کل جهان پخش میشه. جالبه که به خاطر بیانیه‌های این سه نفر، تعداد زیادی از مردم هم توی مدت طرفدارشون میشن. کاپیتان اسپالینگ توی یکی از بازجویی‌ها شروع به بحث سیاسی میکنه و میگه من چیزی هستم که این جامعه و دولت از من ساخت. من فقط روی خشن شماها هستم و چیزی جز حقیقت به نمایش نمیذارم. خلاصه که این حرفای عجیب باعث شستشوی تعداد زیادی از مردم میشه، اما سیستم قضایی گولشون رو نمیخوره. بعد از یک سال دادگاه اصلی این جانیا شکل میگیره و اسپالینگ به اعدام و دو نفر دیگه به حبس ابد محکوم میشن. یه نکته اینجا بگم، در از کاپیتان اسپالدینگ که توسط بازیگری به نام سید هی به نمایش در اومده، قرار بود در تمام این فیلم حضور داشته باشه، اما به خاطر بیماری شدید این بازیگر در همین ابتدای فیلم اعدامش میکنن. متاسفانه چند ماه بعد از اکران فیلم هم این بازیگر تسلیم بیماری میشه و جونش رو از دست میده. خب همونطور که گفتم، 10 سال بعد از دادگاه این قتلا کاپیتان اعدام میشه. سکانس بعد اوتیس رو میبینین که به همراه گروهی از زندانیان برای کار اجباری به اطراف شهر میرن. چند نفر مستندساز هم در حال تهیه فیلمی راجع به این 3 نفر هستن که همراه اوتیس به خارج از شهر رفتن. شخص دیگه‌ای که میشناسیمش هم اینجا حضور داره، اسمش راندوه. راندو تو قسمت قبلی فیلم حضور داشته، به عنوان یه خلافکار بانتی هانتر گروه کاپیتان رو دستگیر کرد. به خاطر جرمای زیادی که انجام داد، حالا خودش به زندان افتاد و از شانسش مجبور با اوتیس برای کار اجباری بره بیرون. وسط کارشون اوتیس حواسش به اطراف که یه دفعه مردی سر میرسه و بدون هیچ رحمی شروع به کشتن پلیسا و همه زندانیا میکنه. گروه فیلمبرداری هم کشته میشن. اوتیس جلوی دوربینش چند تا جمله راجع به انتقام میگه و راندو رو به شکل وحشیانه به قتل میرسونه. یکی از وحشی ترین قاتلای سریالی آمریکا آزاد شد و مشخص خبرش توی همه رسانه ها پخش میشه. سکانس بعد رئیس زندانی که مسئول نگهداری اوتیس و بیبی هست رو میبینیم. اسم این شخص واردن ورگیل هست و همراه زنش متوجه فرار کردن اوتیس میشن. همینطور میفهمیم اون کسی که اومده کمک اوتیس، برادر ناتنی اون و بیبی به نام وینزلو است. اگه یادتون باشه گفتم کاپیتان اسپالینگ و همسرش اوتیس به ورزخونده گرفته بودن. مادر فایرفلای که قسمت قبل کشته شد، یه پسر از یه مرد مخفی دیگه هم داشته که اسمش وینزلو هست و حالا پیدا شده تا خواهر برادر خودش رو نجات بده. یک ماه بعد بیبی هنوز توی زندانه، در حالی که اوتیس و وینزلو فرار کردن. بعد 10 سال خورده‌ای برای اولین بار به بیبی فرصت میدن تا برای مصاحبه با پلیس بیاد که اگه شرایط عقلیش بهتر شده باشه، دادگاه دیگه براش تشکیل بدن تا شاید حکمش کمتر شه. بیبی رو که میدونیم چقدر روانی و مشخص، این جلسه هم نتیجه خوبی نمیده. بیبی هم با عصبانیت به دماغ یکی از نگهبانا کله میزنه و برمیگردیم پیش وینزلو و اوتیس. اونا برای تور بودن گشت پلیس وسط جنگل دارن زندگی میکنن. وینزلو خوابیده که یه زوج ناشناس سر میرسن. وقتی چهرهشو به خاطر اخبار دنیا به جا میارن، سری تفنگشون رو میگیرن روش، بلکه دستگیرش کنن و تحویل پلیس بدن. وینزلو به جای تسلیم شدن شروع به توهین به زن میکنه و همین حواس پرتی کافیه تا اوتیس سر برسه و بدون هیچ رحمی با اسلحه‌اش مغز مردو بپاشونه. بعدم چاقویی که حالا خون مد روش ریخته رو برمی‌داره و با استفاده از همون پوست صورت همسرش رو میکنه و به درخت آویزون میکنه تا در نهایت از خونریزی بمیره. میریم دوباره به زندان. نگهبانی که دماغش به خاطر وحشی‌بازی بیبی شکسته، میاد دم سلولش رو بهش میگه رئیس زندان کارت داره. اما این فقط یه دروغ و بیبی رو به یه سلول دیگه میبره، جایی که دو تا زندانی گولاخ منتظرشن تا اونو کتک بزنن دل نگهبانو خنک کنن. بعدم زن از اونجا میره، ولی وقتی بعد چند دقیقه برمیگرده، در کمال تعجبش میفهمه بیبی هر دو زندانی دیگر رو کشته و اینجا متوجه میشه تازه با چه آدم خری طرفه. در نهایت با شوکر بیبی رو بیهوش میکنه و برمیگردونه به سلولش. سکانس بعدی رئیس زندان یا همون واردن رو میبینیم که همراه همکار چارلی به خونه میان تا در کنار همسرشون چهارتایی شام بخورن. همین که میان داخل، میبینن زن هر دوتاشون با تناب به صندلی بسته شدن. یه دفعه اوتیس و وینزلو هم از اتاق دیگه سر میرسن و میگن هر چهارتاشون رو قراره به شکل ترسناکی بکشن. واردن و چارلی پشماشون ریخته، اما کاری از دستشون بر نمیاد. اما یه دفعه اوتیس سورپرایزشون میکنه. اون تناب همسر چارلی رو باز میکنه و میگه شما دوتا آزادید که برید بیرون. همین که دوتایی میخوان از اتاق برن، اوتیس یه دفعه میگه شوخی کردم و با شاتگانش یه شلیک به شکم چارلی میکنه. حالا بازی این روانی ها شروع شده. وینزلو هم برای اینکه اذیتشون کنه، از روی میز خاکستر مادرزن واردن رو برمیداره. میره جلوی همسر واردن رو با خنده و شوخی خاکستر مادرش روی زمین میریزه که یه شکنجه روی بد برای این زن بیچاره است. اینجا صدای زنگ در شنیده میشه و اوتیس میبینه یه دلقک پشت دره. اوتیس هم که میدونیم چقدر عوضیه، دلقک بیچاره‌ای که برای برنامه اجرا کردن اومده رو میاره داخل و یه اسلحه روی سرش میگیره. دلقک خیلی ترسیده، اما اوتیس بهش میگه اگه بتونی منو بخندونی نمیکشمت تو آزادی که بری. این بیچاره هم هر کاری که بلده اجرا میکنه، اما اوتیس با یه نگاه
نگاه بیروح بهش ذل میزنه. در نهایت خسته میشه، تفنگشو میگیره سمت دلقک، اما وقتی میبینه به خاطر همین کارش مرد بدبخت خودشو خیس کرده، یه دفعه میزنه زیر خنده. دلقک با حال داغونی پرسه اگه خندیدی یعنی من آزادم برم؟ اوتیسم میگه آره و آزادی، ولی یه دفعه با اسلحه سر بدبخت شلیک میکنه و میکشدش. بعد از اینکه روانی خوشگذرونیشون کردن، به واردن میگن باید فردا صبح مثل همیشه بری سر کار. بیبی رو به دفتر خودت بیاری، لباس یکی از نگهبانات رو بدی بهش و اینطوری اونو فراری بدی. و اگر نه، هر سه نفر دیگه که اینجا موندن رو میکشیم، بعدم میایم سراغ خودت. واردن هم که خیلی تحسیز قبول میکنه و صبح روز بعدی بیبی رو به دفترش فرا میخونه. قبل از اینکه دختر دیوونه رو بیارن، واردن یه اسلحه تو جیبش قایم میکنه بلکه بتونه بعدن یه کاری باهاش انجام بده. بیبی میاد تو با نقشه واردن، همون نگهبانی که اون شب میخواست بیبی رو به قتل برسونه رو میکشونن توی اتاق و بیبی همونجا با دستاش اون رو خفن میکنه و بعد لباساش رو میپوشه. برمیگردیم به خونه واردن که چارلی با شکم تیر خورده و خونی مالی روی زمین دراز کشیده. دلقه که کشته شده روی مبل نشسته و وینزلو و اوتیس در حال تماشای تلویزیونن، البته در حالی که همسر چارلی هم لخت کردن کنار خودشون نشوندنش. طولی نمیکشه که واردن و بیبی به خونه برمیگردن. همین که میان تو، شادی خواهر و برادرش شروع میشه و اوتیس یه موسیقی با صدای خیلی بلند میذاره. بعد میره بالا سر چارلی و شروع به خورد کردن جمجمش جلوی همسرش میکنه و واردن سعی میکنه یه کمکی کنه و اسلحه‌اش رو میکشه، اما اشتباهی به همسر خودش شلیک میکنه. اوتیس هم سری به واردن یه دونه تیر میزنه و در حالی که مرد بدبخت افتاده رو زمین و داره جون میده، وینزلو جلوی چشماش شاهرگ همسرش رو میبره. حالا فقط همسر چارلی مونده که لخت از خونه فرار میکنه و بیبی میندازه دنبالش. دنبال کردنی که با وحشت همراهه و در آخر بیبی زنه بدبخت میندازه زمین و با ضربات متعدد چاقو جلوی چشم مردم و وسط خیابون اونو به قتل میرسونه. داخل خونه هم اوتیس برای یه سر کردن کار واردن به سرش شلیک میکنه و بعد برداشتن یه سری لوازم از جمله تیرکمون از خونه میزنن بیرون. شب جلوی یه موتل وامیسن تا استراحت کنه، اما بیبی که حوصله‌اش سر رفته از اتاق میره بیرون و بدون هیچ دلیلی یه مرد بیچاره رو گیر میاره و با بریدن شاهرگش و هک کردن یه سری علامت روی صورتش اونو میکشه. همین میشه که مجبور میشن بدون استراحت از موتل دوباره فرار کنن و این بار تصمیم میگیرن کلا از آمریکا خارج شن تا توی مکزیک زندگی جدید شروع کنن، کشوری که احتمال شناخته شدنشون توش خیلی کم و شانسی برای زنده موندن دارن. وقتی به اونور مرز میرسن، دنبال یه موتل توی مکزیک میگردن و بالاخره یه اتاق اجاره میکنن. حالا از شانسشون مسئول این هتل هم بلافاصله هر ستاشون رو میشناسه، اما به روشون نمیاره. دلیل این آشناییش هم یه چیز خیلی مهمه. همین که قاتلا به اتاقشون میرن، مدیر موتل با مردی به اسم آکواریوس تماس میگیره و بهش آمار این سه نفر رو میده. حالا آکواریوس کیه؟ پسر راندو، همون کسی که اول فیلم اوتیس جلوی دوربین اونو به قتل رسوند. آکواریوس توی مکزیک گروه خلافکار به اسم شیاطین سیاه داره و همه کاری از جمله قتل و قاچاق انجام میدن و حالا میخواد انتقام پدرشو بگیره. برای همینم به مدیر هتل $10,000 پیشنهاد میده تا این سه نفر رو نگه داره تا خودشون و گروهش سر برسن. روز اول اقامتشون، بیبی، اوتیس و ویندروز زندگی جدیدشون رو جشن میگیرن و حالشون خیلی خوبه. صبح روز بعدی هم یکی از خدمتکارای هتل به اسم سباستیان به اتاق بیبی میاد تا براش صبحونه بیاره. سباستیان و بیبی خیلی با هم صمیمی میشن و وسط صحبتشون بیبی بهش میگه تو من یاره داداشم تاینی میندازی. داداششون یارتونه دیگه. آره، نمیدونم واقعا چیشون شبیه همه. همین لحظه است که یه دفعه آکواریوس با گروهش سعی میرسن. سباستیان که حالا روی بیبی کرایش سره، سعی میره پیش اوتیس و بهش خبر میده که آماده دفاع از خودشون بشن. اوتیس در حال خوشگذرونی با چند تا دختر که گروه شیاطین سیاه وارد اتاق میشن و همون اول یکی از دخترها رو به رگباری میزنن و بعد بقیهشون رو. اوتیس سریع جا سنگر میگیره و با اسلحه‌اش مشغول مبارزه میشه. بیبی هم توی اتاقش با تیرکمونی که دزدیده خودش آماده جنگ میکنه. همین که یکی از گروه دیگه وارد اتاقش میشه، بدون تردید به گردنش تیر میزنه و بعد با چاقو اونو بدجوری میکشه. یکی دیگه هم میاره بیبی، اونم با تیرکمون میکشه. اوریسو میبینه که سباستیان هم کنارش اومده و دو تا مرد مسلح در حال جنگ باهاشونن. یه دفعه وینزرو از پشت وارد اتاق میشه و با شاتگانش به شکل بی‌رحمانه مردای مسلح رو به قتل میرسونه. اوتیس هم بقیه افرادی که میان تو رو میکشه و بازم از اینجا جون سالم به در میبرن. وسط این همه قتل و جنگ، مدیر موتل با گرفتن پولش تصمیم میگیره سریع از اونجا در بره. ولی همین که سوار ماشینش میشه، اوتیس از اتاق میاد بیرون و کنارش میشینه. بعد از یه نگاه پرخش به مدیر، رگبارشو میگیره روش و اونم به شکل وحشیانه‌ای به قتل میرسونه. توی اتاق بیبی رو میبینیم که یکی دیگه از مردای مسلح میاد تو، موفق میشه بیبی رو گیر بندازه. اما قبل از اینکه بتونه بکشتش، یهو سباستیان هم میاد تو اتاق و از پشت بهش شلیک میکنه. بیبی هم یه چاقو به طرفش پرت میکنه و اینطوری کلا میکشنش. اما قبل از اینکه بیفته زمین، موفق میشه یه دونه تیر به سباستیان بزنه. بیبی میدوره سمت سباستیان که یه دفعه مرد دیگه میاد داخل و با یه ضربه دخترو بیهوش میکنه. سکانس بعدی وسط حیات موتل رو میبینیم. بیبی به همراه وینزلو
دستگیر شدن و آکواریوس و اعضای باقی مونده گروهشون رو دوره کردن. آکواریوس که حالا خیلی عصبانی و فقط میخواد انتقام باباشو بگیره، بدون تردید یه شلیک به قفس سینه وینز رو میکنه اما نمیکشتش. بعد فریاد میزنه که اوتیس اگه خودتون نشون ندی هر دو تاشون رو نابود میکنم. اوتیس هم که واقعا عاشق خواهر و برادرش، از جایی که قایم شده میاد بیرون. خیلی آروم نزدیک آکواریوس میشه و میگه به قوی ترین مردت بگو بیاد تا مثل دو تا مرد با هم مبارزه کنیم و اگه من زنده موندم بیبی و وینزور رو آزاد کن، اگه مردم هم که هممون رو بکش. آکواریوس احمقم که خیلی مغرور قبول میکنه تا یکی از مرداش با این قاتل وحشی تن به تن بجنگن. مردی که به ظاهر خیلی گولاخور و دو تا چاقو خفنم داره. مبارزه شروع میشه و یه جا این مرد موفق میشه بازوی اوتیس رو با یه ضربه به شدت زخمی کنه. بعدم چاقوی خونی خودش رو میلیسه که همین خشم اوتیس رو چند برابر میکنه و دوباره میاد جلو و مبارزه ادامه داره. همینجا سباستیان زخمی که هنوز زنده است به آرومی میاد بیرون و سعی میکنه دست بیبی رو باز کنه و یه اسلحه هم به وینز رو میده. بعد یه رفعه از پشت کاور میاد بیرون و اسلحه جو سمت آکواریوس میگیره، اما قبل اینکه بتونه کاری کنه یکی از مردای اون با شلیک به سرش میکشتش. مردی که با اوتیس میجنگیدم حواسش پرت میشه که اوتیس با استفاده از فرصت شکمش رو جر میده. بیبی و وینز رو هم همه آدمای باقی مونده رو از بین میبرن و موفق میشن آکواریوس رو گروگان بگیرن. چند لحظه بعدی آکواریوس رو میبینیم که توی یک تابوت بسته شده. ستا روانی خوشحال و خندون روش گازوئیل میریزن و اونو زنده زنده به آتیش میکشن. بعدم به آرومی از اونجا دور میشن و یه بار دیگه و این بار برای همیشه از مخمصه در میرن. اینجاست که فیلم به پایان میرسه. این تریلوژی باحال و سرگرم کننده خیلی خوبه، اما پایانش تقریبا بازه. شاید این روانی ها دیگه از کارشون کنار بکشن و مثل آدم زندگی کنن، شاید خیلی مخفیانه به همین روانی بازیشون ادامه بدن. دیالوگی که توی این قسمت گفته میشه خیلی جالبانه، حتما یه بار باید کامل ببینیدش. پروپاگاندا و بازی ذهنی که مخصوصا کاپیتان اسپالینگ تو همون 10 دقیقه اول بین مردم پخش میکنه نمونه خیلی خوبی برای شستشوی ذهنی هستش. ما رو با روحیه قاتلای سریالی واقعا آشنا میکنه. رفقا لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. روزتونم گیلاسی.